سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتوسی هستم. میگن اگه یه سال گذشت و یه لباس نپوشیدید احتمالاً هیچ وقت دیگه قرار نیست اون لباسو بپوشید. اما چرا؟ اگه یه لباس به همین راحتی دلمونو میزنه اصلاً چرا روز اول خریدیمش؟ به خاطر تبلیغات، چشو همچشمی یا شاید هم چون خرید به بعضی احساس آرامش میده. و حالا اگر بدونیم که تولید لباس چقدر به محیط زیست آسیب میزنه، آیا بازم همینقدر زود به زود لباس میخریم؟ یا شاید هم به فکر بیفتیم که لباسای بلا استفاده تر کمدمون رو بکشیم بیرون و اگه خودمون واقعا استفاده نمیکنیم، حداقل بدیم به یکی که به کارش میاد. شما اهل خرید لباس دست دوم چی هستید؟ اگر نه چرا؟ اینجا هشتگ شماست. از طریق راههایی که همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید با ما در تماس باشید، ایمیل بزنید، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر هم به همون آدرس ها و نشانیه که دارید میبینید هست، یا یعنی اینکه از طریق اون شما تلفن در بحث زنده ما میتونید شرکت کنید. اما برای کسایی که احتمالاً چندان با مشکلاتی که صنعت پوشاک برای محیط زیست ایجاد میکنه آشنا نیستن، بد نیست که به شکل نمونه بریم سراغ کشت پنبه، ببینیم که چقدر روی محیط زیست تاثیر منفی داره. پنبه رو میدونیم که یکی از محصولات طبیعی هست، یکی از پرکاربردترین مواد به کار رفته در الیاف پوشاک، اما مشکل دقیقاً برمیگرده به آب مصرفی و البته اون مواد شیمیایی و آفتگشایی که در تولیدش به کار رفته. همونطور که اشاره کردیم محصول اصلی در صنعت پوشاک پنبه به حساب میاد. حجم بسیار زیادی در صنعت پوشاک از پنبه استفاده میکنن. 2.6% از آب شیرین جهان صرف تولید پنبه میشه، آبی که در واقع آب آشامیدنی انسان ها هم هست. طبیعتاً تولید بیش از حد میتونه بر منابع آب آشامیدنی هم تاثیر منفی بذاره. برای تولید یک تیشرت به شکل نمونه 3700 لیتر آب مصرف میشه. اگر تصوری از این 3700 لیتر ندارید، معادل سازی کردیم، معادلش میشه اون آب مورد نیازی که یک انسان برای 3 سال اگر بخواد آب آشامیدنی مصرف بکنه به طور متوسط همین 3700 لیتره. بنابراین فقط برای یه تیشرت اگر بدونید که آب مصرفی 3 سالتون رو دارید مصرف میکنید، شاید کمتر تیشرت بخرید. و در مورد شلوار جین هم بی بی سی یک تحقیق انجام داده بود که در اون تحقیق مشخص شد نزدیک 15,000 لیتر، یعنی اگر با تیشرت بخواید مقایسه کنید خیلی بیشتره. 3700 تا برای یه تیشرت بود، برای یه شلوار جین 15,000 لیتر به شکل متوسط آب مصرف میشه. حالا که تا حدی با این مشکل آشنا شدیم، مشکل در واقع صنعت پوشاک برای محیط زیست، بد نیستش که اصلا بزرگی صنعت پوشاک رو هم بخوایم در قالب چند عدد و رقم با هم دیگه بررسی بکنیم، به عمق این مشکل بیشتر پی خواهیم برد. متوسط تولید جهانی لباس در طول سال در واقع 100 میلیارد هست. حالا شامل انواع و اقسام لباس‌های مختلف میشه. در مورد کفش 20 میلیارد کفش در سال داره در جهان تولید میشه و 5 برابر افزایش مصرف پوشاک نسبت به 3 دهه پیش رو شاهد هستیم. در واقع اون عددی که اول گفتم اگر در مورد هر کدوم حساب بکنید که حالا قراره همون 3700 لیتر در مورد پیرن مثلا تیشرت استفاده بشه، حجم آبی که در سال داره استفاده میشه رو متوجه میشین و اینکه در طی چند دهه در واقع 5 برابر جهان داره بیشتر لباس میخره. طبیعتا جمعیت رفته بالا، اما فرهنگ استفاده هم انگار تغییر کرده. تبلیغات اصولا سیستمی که داره تشویق میکنه مردم برای خرید لباس هم به همون نسبت فعالتر شده. و اینکه بررسی کردن در مورد زنان، مثلا یک آماری وجود داره که میگن 7 بار در واقع یک زن یک لباسی رو میپوشه به طور متوسط قبل از اینکه دیگه نخواد ازش استفاده بکنه و به کنار بندازتش. این تحقیق بی بی سی هستش. در مورد مردان دقیقا ما عددی نداریم، ولی حدس میشه زد که احتمالا در همین حد، حالا یه ذره بالا پایین فرق نمیکنه. بحث اینه که زود لباس ها دل آدم ممکنه بزنه و اصولا نوع فرهنگی هم که تبلیغاتی هم که هست تشویق میکنه افرادی که تون تون دنبال مد روز برن. خود این مد روز و بازاریابی و سایت تبلیغات هم طبیعتا موثره. 17-20% از آلودگی آب‌ها در سطح جهان هم ناشی از صنعت نساجی هستش. اون موادی که گفتیم در تولید الیاف استفاده میشه طبیعتا خیلیش وارد آب میشه. بحث پلاستیک هم اینجا البته مطرح، پلی‌استری که از اون الیاف مورد استفاده در بسیار از در واقع لباس‌ها هستش که می‌دونیم به شکل مصنوعی داره تولید میشه، درش پلاستیک طبیعتا به کار رفته. این پلاستیک وقتی بررسی کردن در سال 2016 تحقیق جامعه در این زمینه انجام شد، معلوم شد که 35% از اون ذرات پلاستیک ریزی که در آب اقیانوس‌ها هست و طبیعتا برای ماهی‌ها و حیات اقیانوس‌ها مشکل ایجاد می‌کنه، از شستشوی در واقع الیاف و لباس‌هایی به کار میره که درش همین پلی‌استر و پلاستیک وجود داشته. بنابراین به آلودگی اقیانوس هم منجر شده. حالا صحبت از تاثیر منفی تولید پنبه شد در منابع آبی، منابع آشامیدنی. بذارید که به سرنوشت دریاچه آرال در ازبکستان هم اشاره بکنیم، سرنوشت تلخ و در این حال جالبی. ازبکستان بزرگترین تولید کننده پنبه در جهان. از آغاز قرن 21 ما در واقع میدونیم که به تدریج این دریاچه آرال شروع کرد، مساحتش کم شد، 4مین دریاچه بزرگ جهان بود زمانی. اما میبینیم از سال 1989 در سمت چپ این تصویر در واقع
1989 میلادی آروم آروم کوچیک شد. در واقع حوزه شرقی دریاچه آرال به تدریج آبش خوش شد و امروز اگر عکس‌هایی رو در اینترنت جستجو بکنید می‌بینید که اصلا یک دشت برهوت بی آبیه که کاملا خشکم هست، در واقع حتی زندگی هم توش نمیشه کرد و عملا توضیحی که کارشناسان میدن میگن به خاطر اینه که در ازبکستان با توجه به اینکه بزرگترین تولید کننده پنبه جهان هست، مزارع در واقع از طریق آب دریاچه آرال داشتن آبیاری و آبرسانی می‌شدن و همین مسئله تونسته بعد از چند دهه عملا این دریاچه رو از بین ببره. بریم حالا دیگه نوبت شماست، ببینیم که با همه این توضیحاتی که دادیم آزیتا از تهران و بعد مهدی از مشهد آیا همچنان همینقدر سریع که تونتون ممکنه تا حالا لباس عوض میکردید، لباس جدید میخریدید، به این روند ادامه خواهید داد یا اینکه از این به بعد شاید با یه دقت و ملاحظه بیشتری لباس بخرید؟ دوست شما بخیر باشه، گفتنیان واقعا گفتید. من نه واقعا وقتی که از زمانی که به این مسئله فکر کردم که چقدر هم آلرژی ایجاد میکنه این لباسایی که دیگه بلا استفاده مونده و چقدر من واقعا نگاه که میکنم تو کمدم میدم چقدر من لباس خریدم که اینا رو واقعا نپوشیدم و همینطور نگه داشتم. چرا مسئله چی بوده آزیتا؟ به قول شما لباس آدم وقتی میخره خیلی ذوق و شوق داره، ولی چی میشه که تر کمد میمونه و شاید چند بار مثلا گفتیم متوسط 7 بار آدم یه لباس بیشتر نمیپوشه بعد میذارتش کنار؟ چرا؟ والا فکر کنم یکی اولین چیزی که هستش این از تبلیغات مد زیاد هستش، انقدر تنوع لباس زیاد هست، مردم ها چشمشون میبینه دلشون میخواد میگن حالا این مدل باشه این مدل باشه، مثلا بین جوونا تنوع طلبی زیاده، همدیگه رو شاید یه جورایی تحقیر بکنن اگه لباساشون یه شکلی مشکل داشته باشه. من مثلا مشکلی با بچه خودم دارم، شلوار پارچه‌ای نمیپوشیم که دیگه از مد افتاده، درسته که 10 تا ما شلوار پارچه‌ای داریم مثلا از قبل، همه لی میپوشن، لیش این مدل باشه اون مدل باشه. یعنی کسایی که تو صنعت مد کار میکنن بیشترین ضربه رو دارن به محیط زیست میزنن، چون با تبلیغ کالای جدید خودشون برای اینکه بتونن منافع خودشون رو تامین بکنن، افراد و مردم حالا همه دنیا رو تشویق میکنن به اینکه برن بازه بیشتر بخرن و بدون اینکه لباسا به حدی برسه که دیگه قابل پوشیدن نباشه اونا رو دور بریزن. حاضر تا صحبت دور ریختن رو اینجا مطرح میکنی، البته در اینجا هم طبیعتاً شاید خیلی حتی بیشتر از ایران این تبلیغات تاثیر میذاره رو ذهن مشتری که زود بره لباس بخره، اما یه جریانی هم به حال چند دهه‌ای هست به خصوص شاید تو این 10-15 سال اخیر هم بیشتر شده، اینه که مردم میرن لباس های دست دوم از یه سری فروشگاه هایی میخرن که حتی بعضیشون خیلی دنبال فشن و مد روز هم ممکنه باشن، در واقع کسایی که میرن مدل های قدیمی مثلا دهه های گذشته رو میخوان احیا کنن میرن از این فروشگاه خرید میکنن. تو ایران یه همچین فرهنگی الان راه افتاده؟ دست کم جاهایی از تهران که شما هستید اینجور فروشگاه اصلا وجود داره یا مردم استقبال میکنن اگر باشه؟ نه واقعا اصلا اجازه فروش لباس دست دوم داده نمیشه توی ایران و مغازه‌ای که به عنوان تاناکارا شناخته میشن خیلی بهداشتشون ایراد میگیره. مردم اگه خودشون تو خودشون مثلا لباساشون رو جابجا بکنن به هم دیگه بده که اون کار خیلی کم انجام میشه، واقعا فرهنگ این که لباس یکی دیگر من بگیرم بپوشم خیلی کم جا افتاده. من میبینم مثلا خودتون راحت هستید تا لازیتا جدای این که فرهنگش شافته یا نه، اگر بدون که اون لباس طبیعتا قبل از اینکه بیاد توی ویترین اون مغازه شسته شده ضد عفونی شده خودتون حتی میتونید بعدا بشوریدش، بازم ته دلتون یه چیز ناراحتی هست که میگه نه من لباس دیگران رو طرفش نمیرم یا نه میپذیرید؟ آره خوب هست، واقعیتش اینه که من برای خودم این احساس رو دارم، ولی خب سعی میکنم که تو کسی که خودم میشناسم اشه بشه که من جنس از غریبه از فروشگاهی چیزی بگیرم، حداقل توی خانواده ما این لباس رو بین خودمون جابجا کنیم یا برم لباسایی که لازم ندارم و نریزم توی سطل آشغالی به امید اینکه یکی میاد و انداره میره، که واقعا این اتفاق نمیفته چون تهران اشباع از لباس، توی شهرهای بزرگ هیچ کس اونطور نیازمند پوشاک نیست، درسته که اگه یه خورده دقت بکنیم میتونیم این لباسا رو ببریم به جاهایی که مردم واقعا نیازمند هستن. من امروز اتفاقا با یه آقای صحبت میکردم، صحبت های منو میشنید با شما، گفتش من کوهنورد هستم و جاهایی میرم که میبینم مردم خیلی فقیرن و لباس ندارن، واقعا من حاضرم که اینا رو کمک بکنم، اینا رو ببرم و به اونا تحویل بدم. اینه که اگه که یه خورده دقت کنیم چیزایی که لازم نداریم و حداقل میتونیم به جاهایی ببریم که مردم واقعا خواهان اون هستن. بسیار فقط به قول شما دور نریزیم که عملا بلا استفاده فقط راهی سطل آشغال بشه، بعدم بحث بازیافتش هم طبیعتاً هست که چقدر این لباس اصلا قابل بازیافت هست خیلیاشون، به خصوص اونایی که الیاف مصنوعی دارن ممکنه تا 100 سال حتی بیشتر هم باقی بمونن. مهدی از مشهد شما چطور؟ آیا همینقدر که آزیتا گفت دقت میکنید که اگر دست کم لباسی خودتون نمیپوشید برید به کسی که نیاز داره، یا یعنی اینکه اصلا به این چیزا فکر نمیکنید فقط مد روز و به قول غربی فشن براتون مونه؟ سلام. آره منم خب گاهی وقتا یه سری لباسایی که قبلا استفاده میکردم و الان به هر دلیل نمیپوشمشون اینا رو گاهی وقتا به کسی میدم.
ولی چقدر زود زود خرید میکنید؟ آیا از اون آدمایی هستید که یه لباس رو انقدر میپوشید که دیگه پاره پوره بشه، واقعا قابل مصرف نباشه، یا یعنی اینکه نه هر فصلی لباس نو که میاد به بازار در واقع اون کهنه ها دلازار میشن، میرن تو کمد یا میرن سطل آشغال یا میرن خیریه و لباس نو میخرید؟ آره دیگه با توجه به هر فصل تقریبا و هر فصل که یه شرایط آب و هوایی خودشو داره، آدم سعی میکنه اون چیزایی که حالا تو اون فصل مثلا تو مود هست و اینا اونا رو تهیه کنه. قبلی ها رو میگم، قبلی ها رو مثلا من لباس مثلا دو سال اونورترش رو ندارم، اونا رو حتما به کسی دادم. حالا یا گاهی وقتا میگم پارسال مثلا دیوار مهربانی نبود، پارسال پیارسال خوب بود، یه حرکت خوبی بود، خودش هم شاید یه مود بوده باشه و رفته باشه الان شاید، ولی حالا دقیقاً اون شکل شاید رفته باشه، ولی الان دیگه به شکل دیگه آدم میتونه مثلا این لباسو بکنه. چه خوب که به هر حال لباسای قدیمیتون رو میدید به دیگران، ولی وقتی صحبت مود الان میکنید دیگه که مود جدید که میاد دوست دارید که بپوشید، خب مود مشکلش اینه که یه زمانی ممکن بود سالی یه بار بیاد مودای جدید، ولی الان با این جریانی که در جهان راه افتاده واقعا هفتگی گاهی اوقات میبینیم که بعضی از برندها دارن مدلای جدید میدن بیرون. این خودش شما رو تشویق نمیکنه که پس بنابراین مثلا اگر سالی قبلا 5 تا تیشرت میخرید الان احتمالاً 15 تا تیشرت بخرید؟ حالا نه 15 تا، ولی خب آره راست میگه، حق با شماست. آدم چیزایی که میبینه هر چی میبینه رو دوست داره بخره و استفاده کنه. حالا این سلبریتی های صنعت سینما، صنعت موسیقی، ورزش، حالا اینا رو وقتی آدم میبینه خب اینا رو آدم تاثیر میذاره. بعد من فکر میکنم حتی شبکه اجتماعی هم اینو تشدید کرده. خب الان حالا به هر حال با همه این تبلیغات و با همه تاثیر شبکه‌های اجتماعی که بشه شرکت گفتیم که چقدر این داره آب مصرف میکنه، چقدر داره رو محیط زیست تاثیر میذاره، و حالا جلوتر هم میگیم که حتی بعضی وقتا برای تولید یک لباس دور دنیا رو ممکنه بچرخه، در چرخه تولیدش به جای مختلف بره، اونم خودش بحث دی اکسید کربن و تاثیرش رو جو هست. با همه این اطلاعاتی که الان گرفتید دست کم اگر تا حالا نمیدونستید بازم همینقدر خرید میکنید که الان میکنید؟ نه حقیقتا من بحث مصرف آبش اینا رو اصلا توجه نکرده بودم که مثلا یه دریاچه رو مثلا تو ازبکستان خوش کردن فقط به خاطر تولید پنبه و این چیزا. همیشه فکر میکردم شاید مثلا اون بحث محیط زیستی شاید این باشه که اون لباس کهنه مثلا میره تو مثلا زباله ها، شاید همیشه ذهنم مثلا به اون سمت میرفت تو بحثی که مثلا پوشاک و مد چه ضربه به محیط زیست میزنه، ولی الان نگاه هم یه مقدار وسیع‌تر شد و متوجه شدم که اون بحث مصرف آبش و اینا هم هست که مثلا در چرخه تولید هم عملا چقدر آب مصرف میشه. خیلی ممنون از شما، مرسی از هر دو نفر. بازیتا و مهدی خدافظی کنیم. دو تا توییت داریم براتون بخونیم. جواد یا جاوید شاید نوشته که ظاهربینی جامعه باعث شده من از لباسهای دست دوم استفاده نکنم در حالی که دوست دارم به شکلی در حفظ محیط زیست کمک کرده باشم. بهزادم گفته که الگوی مصرف کشور غربی با ایران قابل قیاس نیست، عمده البسه‌ای که در ایران استفاده میشه قبل از تاریخ معمول مصرفش از بین میره و اصلا به واگذاری برای مصرف دست دوم نمیرسه. از این ورم چند تا نظر میخونیم براتون. میترا گفته که هزار جور سبک سبک سنگی میکنم تا لباس مورد نظرم رو بخرم، ولی در ایران آپشن‌های زیادی نداریم. علی گفته من وقتی میخوام لباس بخرم به قیمتش فکر میکنم چون کمه قیمتش زود هم خراب میشه. اما چقدر از سرگذشت لباسایی که تنوم میکنیم مثلا با خبریم قبل از اینکه برسه دستمون؟ البته منظورمه مثلا وقتی یه لباسی رو میبینیم روش نوشته ساخت مراکش، آیا واقعا این لباس رو در مراکش فقط تولید کردن، یعنی چرخه تولیدش از اول تا پایان فقط در مراکش بوده، یا اینکه نه به جای مختلف رفته؟ و همون نکته‌ای که الان هم گفتم دقیق‌تر میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. یه نمونه، مثلا خبرنگار بی بی سی از شرکت‌های مختلف سوال کرده بودش که آیا میدونید که در واقع اون چرخه تولید شما برای اینکه تبدیل بشه به محصول نهایی به اون لباس از کدوم کشورها احیانا تهیه شده، به کدوم کشور رفته؟ یکیشون که زارا هست، احتمالاً با این برند آشنا باشید، جواب داده بود و این نقشه رو ما بهش نهایتاً رسیدیم که در اروپا از نوعی از درخت در واقع در تولید الیاف لایوسل استفاده میشه که لایوسل میشه گفت از اروپا پس شروع زندگی یک تیشرت، اگه بخوایم بررسی کنیم که چجوری این تیشرت ساخته میشه. ولی بعد برای اینکه در واقع این الیاف لایوسل تبدیل بشه به نخ باید بره به مصر، اونجا در به حال کارگاهی مخصوصی که وجود داره تبدیل به نخ میشه. نخی که در مصر در قاره آفریقا تولید شده حالا باید بره به آسیا، باید بره به چین، از این نخ در تولید پارچه استفاده بشه و بعد هزاران مایل اونورتر برمیگرده باز به اروپا در اسپانیا برای اینکه رنگ بشه پارچه و آماده بشه برای اینکه تازه برسه به مراکش در آفریقا برای اینکه اونجا در واقع کات بخوره. برش پارچه داریم، دوخت پارچه اونجا انجام میشه، دوخت پیرن در واقع، و نهایتا پیرن وقتی که آماده شد این پایان داستان نیست، بازم باید برگرده از آفریقا به اروپا به اسپانیا تا در اونجا در واقع بسته‌بندی بشه و نهایتاً برای عرضه در فروشگاه استفاده بشه. برای این می‌بینیم که از چند قاره مختلف برای تولید یک لباس در واقع این لباس سفر کرده، شاید از من و شما حتی بیشتر دنیا دیده باشه از این نظری.
بریم ببینیم که عباس از پاریس چی فکر میکنه و چقدر اصلا این فرهنگ به حال خرید در فرانسه، به خصوص پاریس میدونیم که یکی از به حال شاید پایتخت‌های مد در جهان باشه. به نظر خیلی ها ممکنه فکر کنن که اونجا مردم زود به زود لباس میخرن، خیلی این مد براشون مهمه و مصرفگرا هستن. چقدر واقعا این تصور که احتمالاً در یه جای مثل ایران در مورد فرهنگ استفاده از لباس در پاریس و در فرانسه هست درسته؟ عرض درود و سلام عرض کنم خدمتتون که خب پاریس واسطه شهرت جهانی که داره، غالب افرادی که در این زندگی میکنن سعی میکنن خودشون رو آداپته بکنن، عجین بکنن با مدهای روز. اما اینجا یک مقدار اون تب و تاب مصرف کاسته شده که یکی از دلایل مهمش میتونه مسئله اقتصاد این جامعه باشه که با یک بحران مواجه است. سطح خرید لباس کلن کاهش پیدا کرده، بخش زیادی از مردم حتی جوانها به فروشگاه‌هایی مراجعه میکنن که در طی این دو سه سال اخیر گشایش پیدا کرده، فروشگاهی که به نام اماوس هست که سراسری هست، لباس‌های دست دومه و غالبا مارک و اغمنی یا تیمبرلاند یا ماربرو پیرن یا تیشرتش که اگر بخوان تهیه بکنن در فروشگاه 120 یورو باشه یا 110 یورو باشه، اونجا میتونن با قیمت 15 یورو تهیه بکنن. این در مورد غالبا خارجی ها بیشتر صادقه تا خود فرانسوی ها و رنگ خیلی تاثیرگذار در گزینش به اصطلاح یا انتخاب لباس. به همین دلیل تو این فروشگاه جدیدی که حتی به صورت کیلویی لباس میفروشن، یعنی شما میتونین لباسهایی رو بخرین با اتیکت های سبز که قیمت بیشتری داره یا نارنجی که قیمت متوسط داره یا قرمز که قیمت پایین داره و خیلی عمومیت پیدا کرده، یعنی باور نکردنیه. یک شما خیلی این بحث رو عباس پس نمیشنوید مثلا در رسانه‌ها مطرح بکنن، همین نکاتی که الان اشاره شد در برنامه ما در مورد تاثیر سوءش بر محیط زیست، آیا اینا هنوز بحث روز جامعه تبدیل نشده تا جایی که شما دست کم دارید میبینید؟ چرا در فرانسه خب به واسطه تبلیغات زیاد و وافری که توی رسانه‌ها نسبت به مسئله محیط زیست هست، مردم خیلی دقت میکنن که خودداری بکنن از خرید لباس هایی که در اون مواد های شیمیایی یا پلاستیکی استفاده شده. به خاطر همینه که من به طور مثال یا نمونه خودم رو بگم، خب خیلی دنبال مد روز نیستم، اما مغازه های فروشگاهی پیدا کردم که لباس های 1960-1970 رو که از کتان و به اصطلاح پارچه یا از اون استانداردهای غیر پلاستیکی هست استفاده میکنم و هیچ به اصطلاح مشکلی هم تو این زمینه نداره. خیلی کوتاه، چون وقت زیادی نداریم. بعضی اشتراک کردن میگفتن که مثلا لباس دست دوم ممکنه مردم فکر کنن که آلوده است، تمیز نیست، به هر حال لباس یه آدم دیگه ای بوده. این تصور از کجا میاد؟ آیا مثلا در همین موردی که گفتید در فرانسه در پاریس لباس فروخته میشه، این فرهنگ وجود داره؟ مردم ممکنه واقعا یه نگاه مثلا بدی داشته باشن به کسی که از اونجا لباس میخره یا نه؟ خب این منظر امروز زیاد دیگه پررنگ نیست، در گذشته چرا، ولی امروزه این لباس ها شسته میشه، تمیز میشه، مسئول داره، حتی میتونین سوال بکنین و بعدم طبیعیه کسانی که این لباس ها رو میخرن خودشون میبرن یه بار دیگه طبیعتاً میشورن دیگه. درسته. بله، خیلی ممنون از شما عباس، مرسی. با فریبرز از کرج صحبت بکنیم. فریبرز، یه زمانی به نظر میاد که در خانواده‌های ایرانی هم دست کم در داخل خانواده، اگر نگیم که مثلا با همسایه‌تون لباستون حالا عوض می‌کردید، ولی دست کم مثلا با خود برادر، خواهر، چه می‌دونم، آدمای مختلفی که همسایه شما بودن، احتمالاً می‌تونستید لباس‌ها رو با هم دیگه یه جورایی عوض بکنید و در واقع به اشتراک بذارید، مبادله بکنید. الان چقدر همچنان این فرهنگ در ایران وجود داره؟ ببینید، اتفاقا اینی که گفتین خیلی در مورد خانواده من صدق میکرد. من یه برادر کوچکتر از خودم دارم و یه عمویی دارم که خیلی جوان بود، یعنی زمانی که اون جوان بود ما بچه بودیم. به همین ترتیب من یادمه که از لباسای ایشون استفاده می‌کردم، یعنی عموم لباساشو گاهی اوقات مثلا مال زمان در حالی که مثلا 5 6 سال 7 8 سال فاصله مدشون بود با هم دیگه، ولی ما توجه نمی کردیم. واقعا من اصلا یادم نمیاد که، برعکسش ارزش یه چیز دیگه ای بود. مثلا توی خانواده ما اسراف نکردن اون زمان خیلی موضوع بود. الان وضعیت چطور شده؟ اما
الان من در مورد خودم واقعیتش من خیلی خیلی همون فرهنگ باقی مونده در مورد من، یعنی تو خرید کردن، یعنی من لباسم تا پوسیده نشه لباس جدید نمیخرم، مگر اینکه مثلا فصل مختلف باشه دیگه، مثلا لباس تابستونی به در زمستون نخوره یا برعکس باشه، هنوز همون مونده. لباسم با جابجایی بین من و برادرم انگار که به شکل سنتی از قدیم وجود داشته، یهو مثلا میاد یه چیزی میبینه برمی‌داره لباسی من دارم، و ولی من خودم از ایشون نگرفتم، نمیدونم چرا. الان که دارم فکر میکنم، و غیر از خانواده شما در جامعه چی فکر میکنید هنوز این فرهنگ وجود داره یا دیگه نمیبینید چیزا؟ خانوما خب دیدم که برای مهمانی لباس عوض میکنن، البته اون جنبه دیگه ای داره، یعنی میخوان لباسایی که دیده نشه، مثلا لباسی که تا حالا تو تنشون دیده نشه تکراری نپوشن، به اصطلاح تکراری نپوشن. ولی واقعیتش نه، من دیدم دوستای خودم، من دوستی دارم که اصلا تیپ های رنگی مختلف پیرهنه مردونه داره، شاید 30-40-50 تا، و بعضیشون اصلا من بعید میدونم بتونه وقت کنه که اصلا بشه. نه خیلی خیلی موثر بیاد شده. خیلی ممنون از شما فریبرز، مرسی. با هر دو نفر خدافیزی بکنیم، براتون توییت بخونم. دو تا مجید نوشته که به اندازه استفاده خودم دارم لباس، ولی هیچ وقت لباس اضافی نداشتم، نه فقط لباس بلکه هر وسیله دیگه به اندازه و درست باید استفاده بشه. شمس الدین نوشته که من با افتخار از لباسای شاید بیش از 10 سال قبل استفاده میکنم، خوشحالم که در راستای حفظ محیط زیست هر چند با تاخیر به این موضوع میپردازید. به نظر من تخریب محیط زیست بیش از رقابت‌های تسلیحاتی صلح جهانی رو تهدید میکنه. شاید یکی از راههای موثری که الان بهش اشاره کردیم استفاده از لباسای دست دوم باشه، لباسایی که عملاً دیگه خودتون حتی استفاده نمی‌کنید، می‌تونید به جاهایی مثل خیریه‌ها بدید که اونا در اختیار افراد نیازمند بذارن، یا اینکه حتی فروش بره در بعضی از همین فروشگاهایی که الان اشاره شد. ببینیم که در بریتانیا این فرهنگ چقدر جا افتاده و مردم واقعا با لباسای قدیمی چه کار می‌کنن. برای اینکه ببینیم برای لباس‌های دست دوم در بریتانیا چه اتفاقی می‌افتد، به یک مرکز بازیافت لباس آکسفام رفتیم. هر هفته لباسایی که مردم لازم ندارن و اهدا می‌کنن از سرتاسر بریتانیا اینجا جمع میشه. کارکنان این مرکز هر هفته روی 80 تن لباس کار می‌کنن. حجم زیادی لباس اینجا بازیافت میشه. اول بررسی میکنیم ببینیم لباس قابل استفاده هست یا نه. اگر مشکل خاصی نداشت قسمت دوم کار شروع میشه. هر کارگر روی 400 تا 500 بسته لباس در روز کار میکنه. لباسهایی که از این قسمت میاد قابل استفاده نیستن. حدود 6% از لباسهایی که به دست ما میرسه قابل پوشیدن نیستن، ولی ما اونها رو به چیزهای قابل استفاده تبدیل میکنیم. آیا با لباسهایی که مد میشن و خیلی سریع از بازار خارج میشن زیاد روبرو میشید؟ بله، لباسهای بیکیفیت زیادی میبینیم که واقعا به هیچ دردی نمیخورن. همه اینها که اینجا میبینین همین روندی که گفتم رو پشت سر گذاشتن. هر کدوم از این بسته های بزرگ لباس نیم تن وزن دارن. هر هفته در بریتانیا بیش از 5,500 تن لباس به عنوان زباله دفن می شود، چیزی معادل 11,000 عدد از همین بسته های لباس که می بینید. خوشبختانه هیچ کدوم از این لباس ها که اینجا می بینید دفن نمی شوند، اما این انبار نمایانگر بخش ناچیزی از لباس هایی است که در بریتانیا هر هفته دور ریخته می شود. حالا تصور کنید چه مقدار پلاستیک در این لباس‌ها به کار رفته که به راحتی در طبیعت تجزیه نمیشه، و این اصلاً برای محیط زیست خوب نیست. بسیار خوب، این نمونه از کاری بودش که در بریتانیا برای برگردوندن لباس‌های بلاسته بوده به چرخه استفاده مردم استفاده میشه. ببینیم که فاطمه از لندن و بعد گلی از کوپنهاگ اونا چطور های یه همچین لباس هایی رو وقت بشه اصلا فکرم میکنن که استفاده بکنم. فاطمه در لندن هستید، اگر واقعا خودتون یه لباس بدون استفاده دارید از چه راههایی میرسونید دست دیگران این لباس؟ سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان شنور. ولو این برنامه‌تون امروز به نظر من خیلی جالب بود، یعنی من شخصا خیلی چیزا رو یاد گرفتم ازتون برای اولین بار که ما چقدر داریم به محیط زیست در واقع ضرر میرسونیم. من به شخص لباسایی که خب دیگه خیلی وقت پوشیدم، خیلی سال تو کمد مونده و دیگه یا اینکه از مد افتاده یا دیگه دوستشون ندارم یا اندازم نیستش، اونا رو سعی میکنم اول واقعا خودم بشورم، تر و تمیز تا کنم، ببرم اولین چرتی شاپی که بهم نزدیکه برسونم که حداقل یه استفاده برای یکی دیگه داشته باشه.
مثلا به خیاطی شده لباسی رو که قبلا میپوشید ولی الان دیگه دلتون زده ببرید به خیاطی محل برید که یه تغییر کوچیکی توش ایجاد بکنه که هم جدید بشه، عملا در واقع یه جوری لباس نو تنتون کرده باشید، هم همون قبلیه رو دور نندازید. من فکر میکنم با حرفای شما ما باید یه فرهنگ سازی کلا توی این مسائل انجام بدیم و اینم واقعا از کودکستان و مهد کودک و اینا باید آموزش داده بشه. الان من از برنامه‌تون امروز خیلی چیز یاد گرفتم که واقعا آدم میشه آره اگه به این فکر بیفته و اینجا شرایط خیاط رو داشته باشه که متاسفانه خب اینجا خیاط خیلی گرونه و ترجیح میدی یه لباس نو بخری تا پول خیاط بدی. خیلی ممنون از شما فاطمه، مرسی. وقت خیلی کمی داریم گلی از کوپنهاگ و اینکه خودتون اصولا چجوری لباسا برای چندمین بار شاید استفاده میکنیدم برامون بگید. با درود به شما و مرسی برای این برنامه خیلی خوب. من لباسامو برای اینکه وقتی که وقت میذارم براشون و میرم تهیهشون میکنم به همین دلیل دوستشون دارم و لباسایی داشتم من که سالها تو کمدم بوده، وقتی از یه چیزی خسته میشم یه مدت میذارمش کنار، روش کاور میکشم که نبینمش، بعد دوباره بعد چند وقت میرم سراغش و ازش استفاده میکنم. اتفاقا همین چندی پیش من چند تا لباس داشتم که اینا پارچه هاشون فوق العاده متریال عالی داشت، کیفیتش خوب بود، اینا رو من بردم پیش خیاط و دادم قشنگ مدلش رو برای من تعویض کرد. با اینکه اینجا توی دانمارک این کارا خیلی گرونه، شما اگه بخواید که لباس رو تعمیر کنین خیلی پول باید بالاش بدین، ولی ارزششون دارشون دست کم مرکزیست دارید یه کمک اینطوری میکنید. خیلی ممنون گلی، ببخشید که حرفتون نیمه کارمون. گلی در واقع لباسا رو قایم میکنه که دلش براشون تنگ بشه باز دوباره بره بپوشه. رضا امینزاده نوشته که مقصر بازرگانان ایرانی هستن که جنس نامرغوب از چین وارد میکنن، مجبورن مردم بتونن چند بار لباسای مختلفو بخرن. گاهی اوقات لباس گرونتر خریدن شاید این فایده رو داره که عمرش هم طولانی‌تر خراب نمیشه. علی نوشته که من وقتی میخوام لباس بخرم به قیمتش فکر میکنم چون کم قیمتش زودم خراب میشه. رویا نوشته که آخر فصل لباسا رو جدا میکنم، هر کدوم رو که اندازم نباشد یا دلم رو زده باشد میگذارم توی کیسه و میدم به کسانی که نیازمندن. مرجان هم گفته که من نگران هیچی نیستم دیگه، عین گوشت که گرون شد گفتین سرطان زاس، سر لباس چی میخواین بگین که مردم نخرن. بعضی ممکنه اینطوری برداشت بکنن که واقعا شاید اینجور برنامه ها داره عملا مردم تشویق میکنه که مثلا لباس ها رو چندین بار بپوشید، ولی بحث موتیزیستیش گفتیم مهمه. یاشار هم در آخرین نظر که میخونم نوشته که به هیچ وجه دست دوم نمیخرم، عوضش یک لباس رو تا وقتی که غیر قابل استفاده نشده کنارم نمیذارم. به پایین بحث میرسیم، با ما در تماس باشید، در توییتر نظرتون رو به دست ما برسونید @bbc شما، شاید در بحث دیگه طبیعتا نتونیم توییت شما رو بخونیم ولی دیگران این فرصت رو دارن که نظر شما رو خونده باشن. خوب و خوش باشید تا فردا.